یک خاطری در مورد سرطان پستان میخواستم خدمت شما عرض بکنم که یکی از آشناهای بنده که جزو کادر درمان هم بود یه روز خیلی بیخیال و ریلکس به من گفتن که منم یه خورده سینم درد میکنه و من واقعا بهتم زده بود که این خانم چطور طی این چند سال این بیماری رو تحمل کردن. دکتر 724 کانالی برای افزایش اطلاعات شماست. برای ادامه راه ما به حمایت‌های شما نیازمندیم. پس همین الان این ویدیو رو لایک کنین و چنل دکتر 724 رو سابسکرایب کنین. متشکرم. یکی از آشناهای بنده که جزو کادر درمان هم بود، یه روز خیلی بیخیال و ریلکس به من گفتن که منم یه خورده سینم درد میکنه. بس که ریلکس و خیلی عادی گفتن، منم خیلی بی تفاوت گفتم حالا یه معاینه هم داشته باشم ببینم کجا سنتم. گفت آره یکی دو سال هست که ترشحات چرکی داره. ایشون رو که معاینه کردم واقعا بهت زده شدم. سرطان سینه درجه 4 بود که به جای پستان مثل که یه قلوه سنگ به سینه‌شون چسبیده بود، یک فرم خیلی وحشتناک چسبنده، ترشحات بدبو. و من واقعا بهتم زده بود که این خانم چطور طی این چند سال این بیماری رو تحمل کردن. بنا به توصیه همراهانشون، بنا به توصیه فامیلشون، از انواع مرهم‌های و زمات‌های محلی استفاده کرده بودن که این چرک کم بشه و خوب بشه. خواهش می‌کنم از تمامی خانم‌ها وقتی که مورد مشاوره در مورد بیماری خانم های دیگه یا در مورد سینه قرار می گیرن، به قول معروف تیپ پزشکی بر ندارن، توصیه های غلط ندن. این حفظ یک عضو و از بین رفتن عضوه. شاید با توصیه غلط شما یک عضو از بین بره. اگر به این خانم راهنمایی های درست داده می شد، نه تنها پستان حفظ می شد، بلکه دوره های طولانی شیمی درمانی، رادیوتراپی، ریزش مو و هزاران مورد دیگری که خانواده و خود بیمار رو درگیر می کنه به وجود نمی اومد. در مراحل اولیه تشخیص داده می شد، الان هم روی کرد بر حفظ پستان هست. در مراحل اولیه که سایز تود کوچکه، شاید میشه گفت در 80% موارد روی کرد بر حفظ سینه هست که سینه حفظ میشه، ولی وقتی که در مورد درجه 4 بره متاسفانه باید سینه رو برداشت و در مواردی اصلا امکان جراحی هم وجود نداره. بنابراین مجددا خواهش میکنم که در صورت وجود هر نوع توده‌ای در سینه، ترشحات غیر عادی، جمع شدگی پوست، پوست پرتقالی که پوست دوندون میشه، دردهای غیر عادی، لمس هر گونه توده در زیر بغل، حتما حتما در اولین فرصت به پزشک مراجعه بکنید. نگران نباشید، مراجعه زودهنگام شما باعث میشه که درد و آلام شما خیلی کاهش پیدا بکنه. متشکرم.